בשם השם נעשה ונסליח, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ילקוט یوسف شماره 2 سیمان تاور شواو یعنی 606 صفحه 224 توضیح میده در مورد این که لپیست خورو به عرب یوم کیپوریم، یعنی انسان باید دلجویی بده دوستش رو در جمعه روز کیپور. حالا نه اینکه ما میگیم حتما روز جمعه روز کیپور باشه، یعنی قبل از کیپور باید دلخوری ها رو از بین برد، ناراحتی ها رو از بین برد که کیپور ما بدون دلخوری و ناراحتی باشه. الف میفرماید که عورت چه به نادام لخورو، گناهانی که بین انسان و رفیقش هست روز کیپور کفاره نمیشه تا اینکه دلجویی بده رفیقش رو. به خنخوول و همینطور کسی که جراحت وارد میکنه به رفیقش، یا ای که گازل کرده از او، غصب کرده، یا ای که ظلم کرده به هم نوعش، به قومش، لعمیتو ان یوم کیپوریم مخبر به خبر لولام، روز کیپور این گناه رو کفاره نمیکنه هیچ وقت. یعنی 100 تا کیپور 1000 تا کیپور هم تعنید بگیره گناه بین انسان و انسان کفاره نمیشه. عد یه شلم به خبر، تا اینکه بیاد به دوستش بپردازه اون چیزی که بهش خیابه بدهکاره، و یخزیر یا برگردونه بهش اون اوناها، اون اجحافی که کرده بهش، یا اون ریبیت، اون نزولی که گرفته ازش، شلوکدین که طبق حلاخا نبوده. و قبلا گفتم خرخامنو در ویقرا ربا که سه عامل آعونت گازل مقطرگ بروش، یعنی یک پیمانه پر از گناه گازل بدگویی میکنه در صدر همه این گناه ها. و با وجود اینکه برگردونده پول رو که بهش بدهکار بوده اینو نیمخد بخشیده نمیشه، بلکه لازمه که راضیش کنه و ازش بخواد مخیلا که او رو ببخشه. و تا اگر ناراحتش نکرده بلکه فقط با صحبت، لازمه دلجویی بده اون رو و اصرار کنه بهش که اون رو ببخشه. یک بار اینجا خدمت سروران عزیز توضیح میدیم که تورا چی نوشته؟ که بیوم ازه یخپر علیخم لطهرتخم میکل خطوتخم دیفنه ادونای تیتارو، زیرا در روز کیپور هشم خدا رو شما رو میبخشه وقتی تشویبا میکنید و تعنیت میگیرید در گناهانی که لیفنه هشم، به حضور هشمه. ولی گناهانی که بین انسان و انسان کیپور کفاره نمیشه، بلکه باید برید ازش عذرخواهی کنید. اگر ظلمی، جوری، ستمی بوده برگردونید، نه تنها برگردونید بلکه بعد رضایتش هم جلب کنید، مخیلاتون هم کنه. بعد میاد پیش هشم، از هشم عذرخواهی میکنه که خدایا من ظلم کردم به فلانی، رفتن رضایتش رو جلب کردم، حالا از دست من راضی شد، بخشید، پولش دادم، خسارت دادم، مخیلام هم کرد، حالا خدایا تو ببخش. اقرار میکنم، پشیمونم، ترک گناه و جایگزین کردن اعمال نیک. پس بنابراین باید قبل از کیپور بره و رضایت دیگران رو جلب کنه، و اگر بهش زخم زده، آسیب زده، بره اون خسارتهای لازم رو بپردازه و مخیلا بودی هم به طلبه. خب بت بخن میشه پانا لارخاوت، کسی که به اصطلاح مراجعه کرده به دادگاه های کشوری و تاوه و درخواست کرده که بگیره قسمتی رو در ارثیه خامیو پدر زنش، بیشویل ایشتو، به خاطر زنش که اون خواهر اون برادرانه که ارث میبرن، مغایر دین تورات نوعقدوشا، و این مخالف مغایر با قانون تورعقدوشا که دختر ارثیه نمیبره با پسر، و قبول کرده قسمتی رو به ارثیه طبق پساق اون دادگاه دولتی، چون قانون ملت‌های دیگه اره اینک هر آنچه که گرفته از اونها مغایر قانون تراست و گازل کامل اون در دستش، خیابه که برگردونه به اونها تمام اون قسمتی که گرفته و اونها رو دلجویی بده. اینجا چی میگه؟ ببینید به طور کلی دخترها سم نمیگیرن. حالا بعد یوسف اومدن تشریف آوردن و یک مصوبه ای دادن که دخترم یه سم بگیره و این یک مصوبه بود که ایشون فرمودن و اجرا میکنن، یعنی بعد از فوت پدر اولزاد 2 برابر میگیره، برادرای دیگه نصفش میگیرن و خواهرام نصف این برادرها میگیرن. به عبارت دیگه اگر بخوایم حساب کنیم 4 اولزاد پسر میگیره، 2 برادرای بعدی میگیرن، 1 قسمت هم خواهرها میگیرن. حالا اینجا این چیزی که ربد یوسف گفتن برای ما، ولی حالا جدا از این مصوبه‌ای که ربد یوسف گفتن اینجا یه بحث دیگه ای میکنه. کلن از تورا دختر سهم نمیبره مگر که پدر بخواد در حیاتش به دخترش هم سهم بده. پدر وقتی زنده است در شکلی که میخواد میتونه هدیه بده به بچه‌هاش، البته باید یه جوری هم عمل کنه که بینشون اختلاف و دعوا نیفته. حالا اینجا طبق تورا دختر سهم نمیبره، پدرم فوت کرده، آقا رفته دادگاه کشوری شکایت کرده و سهم گرفته، میگه این سهم گازله باید برگردونی، چون ما طبق تورا عمل میکنیم نه طبق قانون ملت‌های دیگه. درسته رفتی دادگاه گرفتی، ولی این طبق تورا نبوده، خیابی که برگردونی تمام قسمتی که گرفته و ازشونم عذرخواهی کنی. ما این هلاخا داریم که اگر کسی با کسی مشکل داره اول باید بیاد پیش خخامین، پیش ربانین، بتدین شکایتش رو بگه. اگر بتدین یهودی نتونست مشکل رو حل بکنه، راو پساک میده، اجازه میده بره تو دادگاه کشوری. اول باید بیاد مشکلش رو در بتدین خودمون حلش کنه، اگر قابل حل نبود راو اجازه میگیره از راو و راو بهش اگه اجازه داد میتونه بره دادگاه مملکتی بره شکایت کنه، ولی بدون ای که بخواد به بتدین و ربانیم مراجعه کنه اجازه شکایت در دادگاه کشوری نداره. خب اگر هم بخواد بره باید با اجازه باشه، اول باید از راو پساک بگیره. شماره گیمل میفرماید که کل آدم ششلو سیخ سوخ کسبی، این خبر رو هر کسی که اختلاف مالی داره با رفیقش سر یه مبلغ پول با هم اختلاف دارن که مال منه یا مال توه، علیوره ترل اسمو فتفاند حلالی برای خودش که محکم بگیره در فکرش، که آدم نمیبینه محکومیت برای خودش. گمارای شبات برگ 119 روی اول توضیح میده که هر کسی میگه من خوبم، حق با منه، پس بنابراین نمیتونه خودش قانون خودش رو ببره، باید بیاد پیش بدین، پیش راو بگه آقا اینطور شده اینطور شده، از دو طرف بیان که تشخیص بدن که پول مال کیه. نمیتونه که خودش بگه حق منه. خب هر کسی نفع خودش رو میخواد و انسان برای خودش عیب و ایراد و محکومیت نمیبینه، الا بلکه ترتیب بده ادعاش رو واقعا و با درستی و با صداقت جلو راب موبهاق، رابی که با تجربه است، برجسته است، وارد لهورت رو که فتوا بده بهش آیا موظفه که این پول رو برگردونه یا نه، و حتی اگر دوستشم اون رو درخواست نمیکنه. خیاوه موظفه که انجام وظیفه نسبت به هاشم بده توسط این که از تلمید خاخامه وارد در فتوا بره بپرسه، همطور که نوشته اصل خار راو، برای خودت راو درست کن و از شک دور شو. حتی اگر دوستش نمیدونه از اون دزدی که دزدی کرده از او لازمه برگردونه اون دزدی رو، به خاطر که دلجویی بهش بده. اینجا به ما بسیار مطلب مهمی میگه که اول اگر کسی با کسی مشکل مالی داره باید برای خودش مجوز حلالی نده، حق به خودش نده، بلکه باید بره پیش راو وارد که او بگه حق با کیه. حالا اگر اون طرف مدعی نیست، هیچی نمیگه، پولش دست منه، او هیچ حرفی هم نداره، نمیاد دیگه پول من بده، ولی من بده کارم بهش، ولی من باید بهش برگردونم، خودش که نیومده بگه، نیاد بگه من وظیفه‌مه بهش برگردونم. پس اگر حتی کسی به کسی بده کاره و طرف نیومده ادعای طلبش کنه، بازن ما موظف به پرداخت هستیم. باید بریم از خاخام، از راو، فرد وارد بپرسیم که چه کار باید بکنیم. حتی اگر یه نفر پول یه نفر رو دزدیده، اشیاء یه نفر رو دزدیده، خودش هم خبر نداره، مال باخته، خبر نداره که دزدیده شده ازش، تعدادش زیاد بوده، مثلا یه کفاشی رفته کفشی برداشته، صاحب مغازم نفهمیده که این کفش رو برداشته، اصلا روش هم خبر نداره که یه دونه از کفشاش نیست، هیچ وقت هم نمیفهمه. بازم لازمه که برگردونه بهش، کفش رو برگردونه و ازش عذرخواهی کنه. حالا اگر خودش نمیتونه بره، خجالت میکشه، میتونه کسی رو وکیل کنه که تو برو این کفش رو به این مغازه‌دار مثلا برگردون و ازش مخیلا بودی به طلب به جای من، تا اینکه اون منو ببخشه. در حال باید برگردونه، با وجوده که اون طلب نمیکنه، با وجوده که او خبر نداره. شماره دالت، حتی اگر ناراحت نکرده رفیقش رو، بلکه با صحبت آیا حرفایی زده که ایشون ناراحت شده، صاریخ لپیسو، باید دلجویش بده که اینک گذشته در این بلاب اوناعت دواریم، یعنی زخم زبون زدن که بزرگ اوناعت دواریم، ناراحت کردن، رنجوندن دیگران با کلام، بیشتر از اینه که اوناعت مامون، یعنی اجحاف کرده بهش، گرون بهش داده. مسئله مالی آسونتره تا مسئله شکستن دل، زخم زبون زدن، چیزه به گوفو بزه به مامونو، این با قلبشه، با بدنشه، این با پولشه، هر دوش آسوره. ولی مسئله زبان، رنجش خاطر دادن به دیگران با زبان سخت‌تر. صد البته اگه خجالتش داده در جلو جماعت که مثل که خونش ریخته، و قبلا گفتن خخامه نوزال که بهتر انسان که خودش رو در کوره آتش بندازه و رفیقش رو در جماعت خجالت نده. با وجود این کسی که خجالت میده رفیقش رو شلاق نمیخوره و این آون بزرگیه. به خل عمل بین، برای کسی خجالت میده رفیقش رو در جماعت، اگه تشویق نکنه قسمتی در علام حبا نداره. و لازمه که برحذر باشد بسیار در این موضوع که خجالت نده دوستش رو در جمع. حالا این دوست، این فرد ممکنه بچه باشه، ممکنه آدم بزرگ باشه، پس نمیتونیم بچه ها رو خجالت بدیم. مثلا یه سیدور از دست یه بچه افتاد، حالا وایس نوچ کنن و نهیبش بدن و خجالت، حالا افتاده سیدور، حواسش نبوده، سیدور بوس میکنن، میگن عزیزم دفعه دیگه بیشتر مواظب باش، آفرین آفرین که تو میای کنیسه، آفرین که سیدور دست میگیری، بیشتر دقت کن، آفرین ازم، یه بوسش میکنن، یه شکلاتی بهش میدن. به هر حال این بچه رو هم نباید خجالت بده. بعد ادامه میده بلو اقلالو بشمشه او بش میمنو، یعنی کسی رو با اسمی که ازش خجالت میکشه نباید صدا بزنن، حتی اگر یادم معروف به لقب بعد، به اسم بعد. نمیتونی بگیم خب همه میگن، خب همه میگن، اشتباه میکنن. نمیتونی که تو بگی یه نفر یه لقب بدی داره، اشتباه بوده از ابتدا که این لقب رو روی بذارن. حالا از این به بعد چی؟ از این به بعدم نباید بگی، همه میگن تو نگو. به خلز بیدواریم شبه ندام لخبه رو، تمام اینها در مواردی است که بین انسان و انسانه، انسان و دوستشه. ولی در مواردی که بین انسان و خداست، اگر برنگشت پنهانی خجالتش میدن. این البته بستگی داره، همیشه نمیتونیم ما این کارو کنیم، باعث دینگوریزی میشه. باید موقعیت رو سنجید. اون فرسمیم خطو، یعنی خطایش رو مشهور میکنن، اون خارفین رو تو بفنا، ننگ میگن اون رو جلوش، موزین خارش میکنن، نفرینش میکنن تا اینکه برگرده به خوبی، همونطوری که انجام دادن تمام نبیین در اسرائیل. و در این زمان بایستی که نزدیکش کنن به تورا با راههای خوش، به درخ نوام اولمشخام، و او رو بکشن با تنابهای محبت به تورا. بعد این فرق میکرده. امروزه نمیایم، حتی گناهی بوده که بین انسان و خداست، ما نمیایم خجالتش بدیم، چون که بدتر دینگوریزی میشه. میایم با خوبی، با محبت، با درستی، با احترام. از شما بعیده، شخصیت شما اینجوری نیست، از خانواده شما بعیده، پدر شما فلانه، مادر شما خیلی سنگین بودن، صدقت بودن، خوب بودن و بالاخره با زبون خوش او رو به راه راست هدایت کنیم، با خجالت و خفت و توهین و شرمنده کردنش این راه درستی نیست. با تناب محبت بکشیمش به تورا. پس اینجا ما یاد گرفتیم که مواظب باشیم کسی رو خجالت ندیم، حتی کوچیکا، کسی رو با لقب صدا نزنیم و دقت کنیم که همیشه یاد خوبی از خودمون باقی بگذاریم. شماره ه میفرماید که ایمزه شخاتا کنگدو اینو میتپیس باریشونا لیم خلو. اگر این کسی که خطا کرده مقابلش دلجویی پیدا نمیکنه در اول که ببخشتش، یعنی رفتن پیش طرف گفتن آقا ما بد کردیم به تو، این خسارتت، اینم ضررت، اینم چیزی که از تو برداشتیم، بفرمایید ما بهتون پرداخت میکنیم، هر چی هست. میگه من نمیبخشم. یخزور و یلخ پم شنیا، برگرده و بره بار دوم و بار سوم. پس سه بار باید بره از طرفی که بهش بد کرده عذرخواهی کن. افخول پهمیقه خیمو، به هر دفعه که میره با خودش سه نفرم بگیره، با سه نفر بره هر دفعه. و اگه دلجویی پیدا نکرد با سه بار رفتن، با سه نفر رفتن که اونا هم خواهش کنن، اونا هم بگن ببخش تا خدا ببخشتت، حالا اشتباه کرده، حالا بگو چی کار کنیم که ببخشی. این و زاقوقو دیگه ارتباطی به ای نداره، یعنی کاری که از دستش برمیاد میکنه. به هر حال شاید بعضی مواقع پیش بیاد که لازم باشه یعنی یه جورایی ادامه بدن، البته بستگی داره. به هر حال میتونه با رب مشورت کنه، ولی چیزی که اینجا میفرماید تا سه بار با سه نفر برن و صحبت کنن، راضیش کنن و اگه نکرد دیگه، راضی نشد دیگه، چه کار از دست ما برمیاد. ولی بازم با رب مشورت کنه، چون ممکنه در مواقعی احتیاج با بیشتر از سه بار هم باشه و بالاخره یه کاری کنن که دل این بزن بیاد و راضی بشه به بخشش. ولی اگر رابش رو ناراحت کرده، حتی اگر راب موبهاقش هم نیست، راب موبهاق یعنی رابی که اکثریت آموزشش رو از او یاد گرفته، بلکه شنیده از او دیوره تورا، لازمه که بره نزدش حتی 1000 بار تا ای که راضی بشه. پس اگر راوش هست که بهش بی‌احترامی کرده، حتی اگر راو اصلی هم نیست که ازش اکثریت تورا رو یاد گرفته، یه راو معمولیه چیزایی ازش یاد گرفته و بهش بی‌احترامی کرده، حتی 1000 بار هم شده، باید بره تا ببخشتش. خب شماره واو رو میخونیم و براخا میکنیم. آسوره که آدم بیرحم باشه، سنگ دل باشه، به صورتی که راضی نشه دلجویی پیدا کنه، بلکه هر آدمی لازمه که زود راضی بشه و در زمانی که ازش طلب بخشش میکنن، کسی که بهش خطا کرده اومده میگه منو ببخش با قلب کامل، با جانی مایل، حتی اگر خیلی اذیتش کرده، خیلی بهش خطا کرده، بد کرده، انتقام نگیره، کینه توزی نکنه. تورا فرموده که این راه نسل اسرائیل و قلبشون که درسته، قلب صحیح و شایسته‌ای دارن، دلشون گوشتیه، قلبشون سنگی نیست. ولی ملت‌های بت‌پرست ارللب، یعنی نامختون قلبشون، اینا اینجوری نیستن، نمیبخشن، بلکه به افراطام، بلکه اونا به اصطلاح اون غضبشون رو نگه می‌دارن تا به ابد. به خنو عمر پاسخ می‌فرماد در مورد گیوونیا که نخواستن ببخشن ولی دلجویی پیدا نکردن، چون که حاضر به بخشش نشدن. گیوونی ها تورا مینویسه، ناوی مینویسه که گیوونیا لو میبنه اسرائیل هما، اینا از اسرائیلان نیستن. پس کسی که نمیبخشه یهودی بودنش زیر سواله. به خلم ویرل میدوتا، بر کسی که رو خصلت‌هاش پا میذاره، معورین لو الکل پشاآو، یعنی میگذرن بر تمام تقصیراش. و اگر او نمیبخشه، همچنین خداوندم گناهانشو نمیبخشه. هر کسی هر دستی بگیره بده، عمو دستو میگیره. هر کاری بکنیم با خودمون کردیم، هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیکوبت کنی. این جهان کو است و افعال ما صدا، باز میگرده صداها سوی ما. هر کاری بکنیم به خودمون برمیگرده. درسته بد کرده بهت، ببخش. ما هم خیلی اشتباهات داریم، هاشم ما رو ببخشه. ببخش تا خدا هم ببخشتت. اگر نبخشی خدا هم تو رو نمیبخشه. میدا که نگید میدا. پستن که میگن شیم میتکون لتوواتو شلم وقش، اگر نیتش به خوبی اون درخواست کننده است که دشلو یا شوبل خیسلاوت، خاطر که بر نگرده به این نادونی. یعنی چی؟ یعنی که این آدمی که اومده عذرخواهی میکنه دفعه اولش نیست، هر دفعه کارا میکنه بعد میام دیگه ببخشید. ما مگه بخشیدیمش دوباره میاد، سه باره میاد، چهار باره میاد این کارو میکنه، چندین بار کرده و اومده عذرخواهی کرده. پس ما بگیم ظاهرا که نمیبخشیمش چون که بره حساب کارش بکنه، یکمی رو خودش کار کنه که تکرار نکنه و این برای خوبیشه. بعضیا میگن اگه برای خوبیشه خوبه. اود یه مثال دیگه میزنه، یا که راب برای تلمیدش که نیت داره تربیتش کنه، میدونه استاد راب، میدونه شاگردش، اخلاقش میشناسه که اگر بخشیدش دوباره تکرار میکنه، میخواد تربیتش کنه، او استثناست. و بعضیا میگن این خوبه. امیدواریم که حقدش بار خوب به همه ما کمک کنه که هیچ وقت باعث ناراحتی هیچ کس نشیم. اگر خدایی نکرده کسی از دست ما ناراحته، هاشم به ما کمک کنه، موقعیت رو فراهم کنه که بریم مخیلا بودی بطلبیم. و اگر که نمیدونیم که کسی از دست ما ناراحته، امیدواریم خداوند به دلش بندازه که ما رو ببخشه و مورد عفو قرار بده. به شم هشم نعسه به نسلی اخت و را سیوالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب به عزرت هشم ایدبارخ. رسیدیم به صفحه 247 یلقوت یوسف 2 سیمان ترکگ، یعنی 623 سدر تفیلت نئیلا، یعنی ترتیب تفیلای نئیلا. بخواد بفرمایید. اجازه سیف آله گودم تفیلن نیلا قبل از تفیل نیلا پتخیم دلتور اخار باز میکنن درب اخار و میگن اون متن الورا حلیلا و غیره و خور اگاها در تمام جماعت میگن اون رو با شادی وید الوت وید الوت دقدوشا، یعنی با ایتلهبوت، یعنی هیجان، شور و هیجان. بله. بعد از این میگن اشته و خسی قدیش به این ها به این والسیان و نمیخونن والسیان و بعد این تفیلان نیلا و تفیلان میخونن تفیلان نیلا. بله مشخصه. بخواد شماره بت و شماره بت زمان تفیلان نیلا، زمان تفیلان نیلا نیلا روزه که بود او اون موقعی که آفتاب براشه آیلانو در سر درختنه براشه. درسته آفتاب در سر درخت است. بله یعنی نیم ساعت قبل از غروب. شخما نیخسیتا مینن، یعنی که اون آفتاب پوشیده از چشمان ماه بیوفن به طریق که اشاری اسی بود خاطر میده خزاره تفیلای لیلا رو پیوسته ساموف مماش دشقی ها واقعا به گروه آفتاب داخل. بنابراین لخط هیرا الاشاری اسی بود به اشاری اسی بود که لخلکل سعداف، یعنی که تنظیم میکنن. بله درسته تنظیم کنه قدمهاش. آفرین. به خزارات ها در خزاره تفیلای نیلا لقصر که خون عارف شروع به منگینا و بیوتین، یعنی که کوتاه بکنه تا جایی که امکان داره با اون منگینا، یعنی که آهنگ و در اون شعرها به منگینا در آهنگ و در شعرها، یعنی خیلی نکشه. خب و همچنین لو امشوخ به خلطه و بتوا، یعنی و طولایی نکنه در کلمه که داره، چون طریقه که اون مشیخ به سیار تفیلا که میکشه در طولانی میکنه در سایر تفیلا. و همچنین حسیبور یخریشو و همچنین جماعت یخریشو یه تو اوزه، یعنی که گوش بدن. بله ساکت بشن و گوش بدن، گوش شنوا و یتو اوزن قشه بد و گوش بدن گوش شنوا به تفیلای شالی اخسی بور. شلول لعنود اخرا، یعنی که جواب ندن، به دنبالش در آخر کرده تر قطعه به تفلت انیلا، در تفلای نیلا که درش ناگیم، چون طریقی که راست دارن درسای تفلای روز بفهم به طریقی که شیعفسی شریعت بود که قرد میکنه شریعتی بود که برسه به برکت کانی. اجازه بدید شیعفسیق نیست. اگر شیفسیق بود یعنی قطع کنه، اینجا یعنی فرصت پیدا کنه، شیسپیک یعنی فرصت پیدا کنه، شالی اخسی بود که برسه به برکت کنی. بله گود مشقی ها به کما دقیق و قبل شقی ها چند دقیقه، به خاطری که شکانی این سوید کپه یعنی به دوخان برن و ایواره خوب و یوم و برخوا بکنن در روز سیمین بیگه کنیم و خاتمه میدن برخوا کنیم دقا اخر، یعنی یک دقیقه یا دو دقیقه قبل شقی ها گروه به آفتاب و به دیابت اگر فرصت نکشالی از سیبول اگر که برسه به بیکت کنیم تا شقه اخما تا اون گروه به آفتاب مطالع کنیم مجاز داره کنیم که دوخان برن در میان زمان بنشتماشو یعنی میان 13 دقیقه و نیم به دیگاه آن در دقیقای زمانی آخر شقیا بعد از شقیا شعور که اون شعور شلوشت این میل یعنی 3/4 میل داره 3/4 میل 3/4 میل. خب اول ولی اگر طول کشید تفلای نیلا علیلا من ماشتو شب واقعی دو سو اکانیم کپه یعنی به دوخان نرن بشه و التحصیلی و بشینن رو انجام ندن. بله میتونی توضیح بدی ازم شماره بت؟ بله ببینید اینجا شماره بت میفرماید که زمان نیلا وقتی که شروع میکنن نیلا رو وقتی که آفتاب سر درخت هست، یعنی نیم ساعت قبل از غروب. خب به صورتی که شالیخ سیبور موقعی که به پایان خزارا میرسه دیگه نزدیک غروب باشه و یه جوری هم زیاد توش طولش نده کش نده، جماعت هم گوش بدن، نمیخواد زیاد جواب بدن، خاطر که بتونه به موقع برسه به بیرکت کنیم که 1-2 دقیقه قبل از غروب باشه، بیکت کنیم و 1-2 دقیقه قبل از غروب تموم کنن. حالا اگر تو 13 دقیقه هم رسید مجازه که تو 13 دقیقه و نیم زمانی هم کنیم دوخان برن و اگر ادامه پیدا کرد نیلا تا شب دیگه دوخان نرن، یعنی بعد از 13 دقیقه و نیم زمانی دوخان نرن. آخام ببخشید با این جمع‌بندی که شد که فرمودید میشه ما بگیم زمان پذیرش شبات شروع زمان نیلا یادم بخواد یه تایمی دستش باشه یه 10 دقیقه زودتر، 10 دقیقه زودتر از پذیرش شبات، چون که پذیرش شبات 20 دقیقه به غروبه، چون اینجا گفت حدود نیم ساعت همون 10 دقیقه اضافه کنید بهش. پذیرش شبات به اضافه 10 دقیقه زمان شروع نیلاست. خدا را با سالم باشید. ادامه بدید شماره گیمل. شماره گیمل به تفلان نیلا در تفلان نیلا عمری میگیم گفته میشه جای کتبینو به سبه خواهیم و خطبینو به سبه خواهیم و آخر مادیم و بعد از مادیم میگیم به خودم به خواهیم تو به اونو سخ و سبه و ختم. و ختم یعنی مر کن، به جای کتبینو میگیم خطمینو و بعد مادیم هم میگم و ختم لخواهیم تو بیم. بله اون نسخ او سفه خیم و نسخه سفه خیم لازمه که بگه نیزکار و نیختام، درست میگن؟ نیزاخر. بله نیزاخر و نخاتم، نیزاخر و نخاتم. بله این تا کرده و اگر اشتباه کرد و گفت بخور اهل کتبینو در تمام اینا کتبینو این من خطیما تو بند نمیگردنم او رو چه خطیما بیخدر کتیبا، یعنی که اون خاتمه جزء نوشتنه و من با و میگن در اون قدوشت کته که اون موساب، یعنی مقدشا کته مثل موساب کته بخند. خطیما یعنی مهر کردن، خطیما یعنی مهر کردن مثل نوشتن، درسته؟ پس بعد بگه ختمنو، اگر کتبنو هم گفت به دیابدیات سا مشکلی نیست. شماره دالت، شماره دالت یام اکیپوریم روز کیپور که واقع شد در شبات لازمه که ذبح بکنه شل شبات به تفلن شل شبات در تفلن نیلا بعد از بی با وجود این که چه تفلن نیلا که نیست تفلن نیلا با آ یعنی که نمیاد فقط میشوم یوم کیپوریم به خاطر روز کیپور یا اوشین خیب به خمش تفیلات، یعنی روز اون که یعنی که خیام میکنه در تفیلن یوم یوم هوشنید خیب اون روزی است که خیاب به 5 تا تفیلا. پس میگه که روز کیپور شبات افتاد لازمه که در تفیلای نیلا هم اسم شبات بیارن. خب بابا مگه نه اینکه روز کیپوره به خاطر کیپوره که نیلا میخونن؟ با وجود این که نیلا به خاطر کیپور اومده ولی ما در تفیلای نیلا اسم شبات میاریم وقتی کیپور افتاده شبات. متوجه شدید چی گفتیم؟ خب ادامه بدید. شماره ه به ویدیو شما یاخی ویدیویی که دیگه یاخی به صف تفیلت نیلا شلو، یعنی در پایین تفیلت نیلای اون دو یسکی سه شبات ذکر نکنه شل شبات ولی شاری اسی بور چون که میگه ویدیو رو به نیلا در وسط تفیلا مسکی با شل شبات ذکر بکنه در اون شل شبات رو و اگر لو اسکی رو و اگر ذکر نکرد این مخزن مدوبر نمیگردن اون رو. بله ویدویی که یاخید میگه آخر تفیلاشه اسم شعبات نمیگه ولی شالی اصلی بود چون وسط تفیلا میگه جا به جا میشه. این ویدویه میگه اسم شعبات رو بیار آی نگفتم نمیخواد برگرد. بله شماره واب آخر نیلا بعد از نیلا معریخین به سری خود طولانی میکنن با سری خود تا ارخ اسلیم دقود، یعنی تا به مدت 20 دقیقه بعد از شقیا شاز که اون وقت یه متعالدقا بلیک کل خشاش، یعنی که اون وقت مجازه که بنوازن بدون اشتراطی برسقه گل اندکان و ننوازن شفار نزنن قبل از این به خاطری که شروع میر و اناشیم، یعنی که اجازه نکنن افراد و همه آرس و اونه که امارس هستن بیشواد هستن دید اون میادن که بخورن فورن بعد از سریا بخشی رو به صافه کاره و لحظهش پیدا بکنن در شک کار. بله چی گفت بفهمید؟ اینجا توضیح دادن که بعد از تفیلای نیلا با سری خود رو یکم طولانی میکنن حدود 20 دقیقه بعد از غروب آفتاب که اون وقت میشه بدون اشتراطی شفا بزنید و قبل از این شفا ندن چون که اونایی که افراد میان عجله میکنن و اونایی که امارس هستن بیشتر داشتن که بیان چی بخورن و بعد از تقیا و قبل از سریا قبل شفا زدن و اینجا شاید به اصافه شکی کار درگوش بیرم. بله ممکنه تا شفار زدیم برن بخورن دیگه هم دیگه شب شد میگیم خب پس دیرتر بزن 20 دقیقه بعد از غروب بزن که دیگه خیالمون راحت باشه اگر میرن چیزی میخورن دیگه شب شده باشه. این حتما 20 دقیقه گذشته باشه از غروب که شفار میزن چون بعد شفار میرن میخورن بعضی ها. شماره زنگ به سری خود انیلا در سری خود نیلا انپاتخیم به شبه یهودا به دو خرق زد، یعنی که باز نمی کنن یا شروع نمی کنن با شبه یهودا به دو خرق زد که این اشعار و یالکا، زیرا زمان شایسته این نیست. به آن و نوعگیم و ما رست داریم که شروع می کنیم من عبد زخور بنه خواب بعید رو بند معنی کنیم، از بند زخوربانه خاله لوائم بند یا خانه، اینجا بند معنی کنیم. بله و به بعد یشناگین و اصلا که رستن که شروع میکنن دیخرون لفانه خواب شخم که بله که در آخر شعر این وافسه. خب هر کسی رسم خودش. خب نمره خط آخر خمانا برای زخمانا جواب میدم بدید و یعبو به ایشون اگین و اصلا که رسنن که جواب میدم برای رخمانا آمد ولو بدید و یعبو و نبدید و یعبو به این لایم هم میسپیق لکاخ و نیست برای اونا دلیلی که شک بکنن به این مسبیق، یعنی کافی ندارن دلیل کافی برای این شعره که اینک آنو عمری ما میگیم در سری خود شعر انیلا گیمت در سری خود نیلا سه دفعه و یعبور بلاخره منابرین این لشنان میمه شناها گیم انتقیل آن چیزی که رسم همیشه رعنان بدید و یعبور که جواب بدن بدید و یعبور رو برد بفرد به سری خود شعر عمری بریمود و شعن ربا و فقط در سری خودی که گفته میشه با اون لیمود اوشن رب با آموزش اوشن ربا این اونی بدی و یعبور الامه جوان ندن بدی و یعبور برکه آمه. بله یعنی در رخمانای نیلا نباید بگه آمه، باید بگه بدی و یعبور، چون که ما سرطا و یعبور داریم توی سلیخوت نیلا، ولی در و تغییر نده آمین نگه، ولی در سری خود شبه و شعنا ربا به دیل و یعبور نمیگن آمین میگن. بفرمایید. صفته به سری خود به کل مقام در سری خود در تمام مکانی که اشموزکا که ذکر میکنن کتیبا عمری میگن خطیاما، مثل سری خود مال رحمانا عمری که میگن ختمینان به سفراد خیه، جای گزیان به سفراد خیه و همچنین به لکین و شبشامعیم ساریخ رومن لازمه که میگن خطمن و به جای کتفن و همچنین به سری خود اشم خونن و بقیمن و اوصفر خیم دوبین دخرن و به خطمن. بله مشخصه اونجایی که کتمنو و خطمنو میگن. شماره یود سیف یود بسیوم از سری خود در پایان سری خود نیلا عمر اشاری اسیبور میگه شاری اسیبور پاسخ شمع اسرائیل طعم خدید با پاسخ شمع اسرائیل رو یک دفعه فقط و اسیبور خوز رخراب پاسخ زیر، یعنی اسیبور برمیگردن به دنبالش این پاسخ رو. همچنین به خود امیران سری خود در تمام گفتن سری خود موقعی که میگه پاسخ شمع اسرائیل لکوپلو، یعنی که دو برابرش نکنه، یعنی دوبار نخونه. بله درسته. به عمر باروخشن که و محوتو گم کن فهم اخر و میگم باروخشن که و محوتو رو همچنین یک دفعه بشه و به عمر مشم و آیلو کیم و عشم و آیلو کیم و نوعی و رسمی که میگن همچنین پاسوی قراتی به خلب، یعنی عشم خودخواه سورا شه و به عمر اف دفعه افشار و امکان داره که مقدم بکنن گفتن پاسخ قراتی به خلب رو هفت دفعه لیفنش اومد قبل از اینکه بگم پاسخ اشم و آیلوکیم شه و پیامین هفت دفعه برخ سیام از سری خود و بعد از خاتم سری خود اومد شاری اسیبور میگه شاری اسیبور خاص قدیش و می نوازن تشت ترد و بعد از تقی اوت و بعد از تقی و شفا دادن میگن یانو به تئاتر و تیت قبل و آخر قدیش و بعد از قدیش معریت تروای گلو، یعنی این می نوازن. بله یعنی بله تروا میزنن تروای گلولا. بله میزنه تروهای گدولا. و خکاخ و برازی میگن کل گلی یوسه آلخا دوی از یسله رسه. بله کل گلی یوسلالا یوه کل گلی یوسلالا یقلو اصلاح سه بار میگن این پاسخم. بله و خاتمه میدن با پاسخ یا و او ریگی دو سرقاتو لامنوران کی آسا لخا خول بسیم خال لخا خول بسیم خال لخمه خا اونها گینو لومن از آله نون شب به یخ. بله رسمایی که میگیم بعد از این آله شب به یخ. بله یود آلف سفید افتی بادو این که شمین هرین که از این مجازه که لیسکا به بنش ما شد که بنوازن در بنش ما شد حتی اگر واقع شد روز کیپور در شعبان به خاطری که شتقی از شفار که نواختن شفار اینا الا خخما ولو ملاخا یعنی که نیست بلکه خخما عق ولو ملاخا و نیست کار به خل میکن مقام از درجه چون که یش امارس که اصلا اونایی که امارس هستن بیسوادنش که فوراً بعد از شنیدن تقیاد اون شفار دادن میرن یه خوله خود میرن که بخورن داخل این لیتقوی بنابراین نمی نوازن بلکه بعد از صدق و خوابیم بعد از خروج ستارگان یعنی استیم در قد اخر شبیه 20 دقیقه بعد از شبیه که غروب آفتاب که اون وقت نفید الاگیونیم یخوریم لخور که اون وقت بر طبق عقیده گیونیم یخوریم لخور میتونن که بخورن. بله بله چی گفت اینجا 11 دوستان که از این ما مجازیم که در بنش ما شدم شفا بزنیم حتی اگر روز کیپور داخل شباد افتاده باشه به خاطری که شفا اون خخمانی عقنی بلکه خخماه و اون ملاخانی کارنی ولی از عجه چون که بعضی از مثلا امهارسا که بیسوادن و فورا بعد از این که صدای شفا رو شنیدن میرن که بخورن و تنیت رو باز بکنن بنابراین بعد از خروج ستارگان شفا میزنن یعنی 20 دقیقه بعد از غروب آفتاب که اون وقت بعد طبق گیونیم مجاز به خوردن است. بله ببینید یه سوالی که اینجا مطرح اینه که چرا شمع اسرائیل رو دو بار نمیخونن؟ مثلا گفتیم که هشم و الوکیم 7 بار میگن، قاراتی به خلف 7 بار میگن و قسمت های دیگه که چندین بار گفته میشه، ولی شمع اسرائیل رو دوبار نباید بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینطور ممکنه سوء تفاهم به وجود بیاد که دو تا اصل شالوم خدا وجود داره. وقتی دوبار بگه شمع شمع یا اینکه شمع اسرائیل از اول تا آخرش دوبار بخونه، این میتونه مثل که با دو تا خدا اصل شالوم داره حرف میزنه. بنابراین شمع اسرائیل رو دوبار نباید بگه که این سوء تفاهم به وجود نیاد که دوبار داریم به اصطلاح ما به دو تا هشم داریم صحبت میکنیم. خب ادامه بدید شماره یودبت. یودبت این شقی آخما اگر شاق آخما یعنی بله غروب کرد آفتاب شاق آ بفرمایید و به اخیش بدکنسه و تاریک شد کنیسا مدال و من لگوی مجازه که بگم بگوی که روشن بکنه. چرا؟ به خاطر که بسونم بگن سری خود رو میتو خمه خزو یعنی از میان اون سیور. اگه آفتاب غروب کرد مثلا چه برقم نه چراغ نشون نذاشتن یا برق یا هر چیزی میتونه بگویم بگم بیاد چراغ روشن کنه بعد از غروب. بله به خاطر که جوان بتونه از سیورشون بخونه. شماره یودگیمل یودگیمل میشه اون است کسی که مجبور شد شنه است نه نه است یعنی مجبور شد کسی که مجبور شد امرو خلشا یعنی از اون کسرت ضعیفی یعنی نده که اولوی پره نیلا و نیده بیوش شد مدهوش شد بیهوش شد و تفیلا نخون ضعف کرد افتاد، یعنی بیهوش شد یا چرت زد، در حال بیهوش شد، مدهوش شد و تفیلا نخون نیلا. خب و بیدار شد چند بله بفرمایید. و بیدار شد در شب بعد از اینکه گذشته زمان تفیلای نعیلا نیست برای این تفیلا تشلومین. پس اگر کسی ضعف کرد، نتونست بخونه، مدوش شد یا چرت رفت، نفهمید و میلا نخون موقع خودش، کی بیدار شد شب دیگه از دست داده، تشلومین نداره. بله ادامه بدید. بله بفهمید ترکد سیمان 624 قوانین خروج یوم کیپوریم شماره الف بفرمایید. اسلامیان بله بفهمید. سفارت میپردازیم تفیله عبید آخر نیلا، تفیله میخونن تفیله عبید رو بعد از نیلا به متنات اون نخد با اون صبوری و با آرامی بلا به پذیرد اون معیرال و نه با پذیرد عجله، نه با شتاب و عجله. بسه تیر بچه که عباره حق میبید از صفه، یعنی که بره اخت میشه، مثل یه بچه‌ای که فرار میکنه از مدرسه، یعنی میخواد در بره، حالا که تنیت برخواد شده میخواد زودی در بره. خب با آرامش میخونه، یعنی زحمت کشیده روز کیپور، یعنی تفیلا خونده، حالا شب مسای کیپور یه جوری نباشه بخواد در بره. بله برای از تفیلاتان و انجام دادن تفیلاشون قیبه معین که تیره علیه هنگ نسا، یعنی که ایده بشه بر اونان مثل بار بلولات پترخون پل نساتان و یعنی باز نکنن در نساتان رو اون میکن ماقوم از در جهر این اشاری از سیبور رشای اشاری از سیبور اجاز نداره که تاریخ به تفیلاتو یوت میده، یعنی که طولانی بکنه در تفیلات بیشتر از اندازه 40 گرم سهل اناشیم، یعنی که باعث بشه رنج برای افراد ضعیف و امعونیم به سومی و کیپوریم و اونه که و امعونیم اونه که رنج میکشن. بله درسته در تعنیت کیپور در تعنیت کیپور به امسش شلم و در شالم یعنی حد متوسط کامله، نه به او تندی بخونه نه به او یواشی بخونه. شو شویل عذاب که اون جاده طلاییه، نه تند نه یواش، معمولی و معقول. به امسای شالم یعنی چیز متوسط کامله. بله بفرمایید. و تفیل انیلا پوتر تفیل عبید و تفیل نیرا پاتون نمی کنه تفیل عبید رو امین آگین و رسم آیل و تو اخ بیشگوشت اپسوقیم، یعنی که باش میکنیم شروع میکنیم در شروشت پسوقیم در سپاسوق عشم سبا و دیمان و عشم سبا اول عشم آدم با دخوا عشم اشیا عملیت یعنی بیمگوی نو و آخره هم خس قدیش و بعد از اون خس قدیش به او رخون و بار خوب به سالی اخلی عبدیل به تفیلا و لازمی که عبدالا بگه در تفیلا لومن اتا خونتانو بخونه درد، یعنی که میگه اتا خونتانو رو در خونه درد. بله پس گفتیم تفیلا عربیت رو تون نخونه، سری نخونه که مثل که میخواد یه باری بوده بخواد فرار کنه. از طرفی هم خیلی طولش نده که اونایی که ضعیفن خسته بشن ناراحت بشن. و قسمت هایی که تو تفیله هم هست که معلومه میخونن و عبدالله هم میگن اتا خوننتانو هم توی اتا خونن میخونه. شماره بت شماره بت میشه تا حابت فحویش مسایح یوم کیپورین، کسی که اشتباه کرد در تفله عوید خروج روز کیپور و گفت عمل حقادوش یا عمل همیش باد که در رو آخرونیم طبق عقیده اکثر آخرونیم یا سایر خواهد تفلا خارج شده از دخوابای تفلا و نخوان و سعی که بعدش این که خاتمه داد برگرد تفلا بخونه با شرط نیدار بود. بله، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ اشتباه کرده در تفیلای مصاحی یوم کیپورین، گفته عمل خقادوش یا گفته عمل خمیشواد، یه خبری نیست، اشکال نداره، انجام وظیفه داده. حالا درستش یه که به شرط ندابا بخونه بعد از که خاتمه داد و اگر تفیلا، ولی درست اجبار نیست. شماره گیمه صریف لواسی مخول علاقاتش گم به سیاتو، یعنی لازمه که اضافه بکنن از افته برگودش، همچنین در خارج شدن چنان که گفته شده معرب از باقه تشوه شبه تخنم، یعنی که از استاسو بنشین تشوه شبه تخنم تشبیه تو شبه تخنم، یعنی تعطیل کنید شبات شما رو، تعطیلی شما رو. پس میگه که از اون طرف هم از عصر جمعه کیپور اضافه کنه به قدش، هم از خاتمش. بله، بله تو صفت زو شیور، برای این اضافه کردن اندازه ای نیست، کافی یه زمان کمی، هر چقدر که میخواد میتونه یه کمی، یه چند دقیقه مثلا دیرتر کیپور رو از دست بده، کیپور رو رها کنه، اندازه نداره، هر چقدر که میتونه میخواد میتونه. بله، شماره دالت. شماره دالت مردیه ملخصن که عبدانا میگن بردیبان نمیواره اخنمال و عدسامی من و براخان نمیگن بر بویدنی ها، حتی اگر واقع شده روز کیپور در شبات افیش به مشتای شبات از اگه که در مشتای شبات عبسامیم با این لعاشیر انفش ایترا، یعنی که اون بویدنی ها میاره اون لعاشیر انفش ایترا، یعنی بله که تسکین داد آن جان دردمندی که می رود برای رفتن شبات. خب نفش یترا میره دیگه، میخواد تسکین بده، پس میایم بره بسامیم مینه بسامیم میگیم. بله بفرمایید. اوف شبات یا مکیپورین و در شبات روز کیپور این نفش یترا، یعنی که نیست اون شما اضافه به نتنه به خاطر تنه اون میکنم و در جهت خوبه که بعد از دیوام اخوز که در، یعنی خوردن از اون دیوان چون درد چون قانون یابی و لفانا به سامی اون بیواره خره بیاورن به جلوشان بودنی و براخا بگن بر اونا. هر توضیح بدی؟ اینجا توضیحن که روی لیبان هم عبدالله میگن، روی یعین هم عبدالله میگن بعد از داخل مسایه روز کیپور، ولی روی بسامیم مثل شبات براخا نمیگن، حتی اگر روز کیپور داخل شبات واقع شده باشه، به خاطر که در مسایه شبات به خاطر اون تو که دوزدید به خاطر که تسکین بدن اون نشامای اضافهی که میره ما روی بویدنی هم براخا میگیم، و در شبات که داخل روز کیپور واقع شده اون نشامای اضافی وجود نداره به خاطر تعنی، ولی از درجه خوبه که بعد از این که از اون یعنی خوردن یه بویدنی بیارن و روش براخا بگیم. بله بفرمایید. طیفه به عبدالله مسایه مکیپوریم در عبدالله مسایه روز کیپور خروج روز کیپور بریبان این مبارخیم براخانه نگم بوره میاره آیش، بلکه فقط از ارش شباد، یعنی فقط در ششاوت ارش ششاوت یعنی آتشی که یا نوری که شبات تعطیل کردن باهاش، توضیح میدیم براتون. یعنی اینکه خودش میگه و همین اون نر شمعی که روشن بوده از جمعه کیپور، نه شمعی که روشنش کردن حالا توسط کبریت و امثال این. یعنی یه شمعی که 24-5 ساعت 6 ساعت روشن باشه میارن از دست جمعه کیپور روشن میکنن برای که شبیه شبات روش براخا بگن. یا اینکه فرض کنید که یه شعله دیگه‌ای، به هر حال یه آتیشی باید باشه که از اصل جمعه روشن بوده، از اصل جمعه کیپور، بهش میگن عرش شابت یا نرش شابت. نه اون چیز که الان آتیش رو روشن کردن. ادامه بدید. و حتی اگر خاموش شد شمعه، شاید اولاغ مهره مکبوری که روشن بوده از آدن روز کیپور و الا نش اولاغ به مسای مکبوری و نیست برای اون. و اگر شمعی که روشن بوده در مسای روز کیپور این دوارخ مالا براخا نمیگه بر اون بور مهره آیش رو، و همچنین این دوارخ انه رخشمال براخا نمیگن بر نور بر حتی اگر روشن بوده از آدن روز کیپور شعنز نخشابدن که اون اصلا نمیشه مثل نوری که یعنی روشن بوده به نه عدولت ببید اگنسه و اون شمی که روشن و شمی در کنیسا مهره میانه که کنید از آدن روز کیپور گشت لدیق باعثی که روشنش بکنن نرمی منو یک شمی از اون به باره خرچ نرم که خالما براخا بگن برداتاشون مثل یکی. بله توضیح بدید. ببینید ما یک بحثی داریم در روز کیپور که ما روز کیپور با یوم توبای دیگه فرق میکنه. روز کیپور نمیتونیم دست به آتیش بزنیم، یعنی با آتیش کاری داشته باشیم، ولی یوم توبای دیگه میتونیم از آتش قبل بیاریم و شعله گاز رو روشن کنیم و خوراک بپزیم. پس ما میاییم از روز جمعه کیپور یه شمعی رو روشن میکنیم، شمعی که 25-6 ساعت میگیره و او رو نگرش میداریم و دستش هم نمیزنیم و با این کارمون نشون میدیم، میگیم ببینید ما آتیش از قبل داشتیم ولی روز کیپور آتیش دست نزدیم. و این نشون میده که کیپور فرق میکنه با یوم توبای دیگه، بالاتر، مقامش بیشتر. پس بنابراین حالا که شب خروج از کیپوره مئورایش رو میگیم که نشون بدیم ما الان میتونیم دست به آتیش بزنیم، امروز نمیتونستیم با وجودی که آتیش داشتیم. ولی شبای مسای یوم توبای معمولی مئورایش نمیگیم وقتی شب یک شبات نیست. مثلا روش هشانا افتاده 2 شبات و 3 شبات. خب 3 شبات یعنی پایان 3 شبات ما مئورایش نمیگیم، یوم توبا مئورایش نداره چون ما دست و آتیش میزدیم. ترجمه میفرمایید. پس بنابراین اینجا کیپور با یوم توبای دیگه فرق میکنه. پس باید آتیشش از جمعه روشن باشه. اگه خاموش شد و دیگه آتیش نداشت مئورایش نمیگه. رو برقم نمیتونی بگیم که از جمعه کیپور روشن بوده و اون شمعی که از جمعه کیپور روشن گذاشتیم حتی دو کنیسا یه شمعی دیگه میگیریم کنارش و براخا میگیم بر دوتاش یک جا. متوجه شدید؟ ادامه بدید. اومی کلمه در جهت به مسایی مکی پوریم در مسایی روز کیپور که واقع شد در شبات این رو نشش آباد، یعنی نیست اگر نیست برای اون شمی که از آدنه روز کیپور روشن بوده یه اشتباه رو واسه که فتوا بدن که براخا بگن بر شمی که روشن بوده در مسایی روز کیپور، یعنی در اون آدنه در خروج روز، یعنی بر شمی که روشن میکنن در خروج روز کیپور. و اگر این اشتفاده هم نشش آباد و اگر از جلوش شمی که از آدن روشن بوده اوش یا خل اصلی، یعنی یا میتونه که دسترسی پیدا بکنه به ناقل، یعنی به راحتی نرش شابت میوتوب التیقره را وقتی خوب است نخون بد براخا بگه بر نرش شابت و انجام وظیفه میده به عقیده همه. یعنی اگر روز کیپور افتاد شبات، شب خروج از کیپور و شبات که با همه، اول که میگردیم دنبال اول که روشن میذاشتیم از جمعه کیپور. حالا اگه که رو میگیم، اگه پیدا کردیم یا هست رو میگیم، ولی اگر نبود میتونه با شمع معمولی هم بگه، یعنی شمع روشن کنه، ولی اگر نرش شابت هست رو بگه. پس اگه شب یک شبات باشه، شب مسای کیپور، نرش شابت نبود اشکالی نداره. دقت فرمودید؟ آیا کسی از دوستان هست که بخواد بخونه بقیه‌شو؟ کسی میخواد بخونه؟ خب ادامه بدید، ادامه بدید. شماره زنگ شماره زنگ نش اطلاق به اون اکیپورین بهته، یعنی اون شمی که روشن بوده در روز کیپور اضافه مثل این که رسور خولشش بود سکانا او یولده برای نیازه بیمار که از اون سکانا یا یولده دیازن زاو یه خولیم لباره آلا به موسای مکیپورین میتونن که برای خواب گنبرون در موسای روز کیپور. شماره زنگ ببینید، شماره زنگ میگه نر شهودلق، یعنی شمی که روشن شد در روز کیپور به طور حلال مجاز. یعنی یک آتشی رو، یک شمعی رو روشن کردن روز کیپور با مجوز، مثلا سکانت نفا شد بود یا زن زاو بود، میتونه روش براخا بگه در مسای یوم کیپوریم. دقت فرمودید؟ پس اگر روز کیپور با مجوز، با اجازه کشی شمع روشن کرد به خاطر بیمار خطرناک، میتونه مسای شبات هم به راخای مورایش روش بگه. بله بفرمایید. خط این لخول برای عبدالله نمیخورم بدون عبدالله، ولی مجاز علمی سامی، یعنی کسی که تشنه که بنوش آب در مسای روز کیپور، حتی دوید برای طفل عبید، یعنی طفل نخونه طفل عبید رو. بله توضیح بدید. دوستان که بدون عبدالله نمیشه غذا خود، ولی مجازه برای کسی که تشنه است آب بخوره داخل مسای روز کیپور، حتی اگر طفل عبید هم نخونده باشه. بفرمایید. تت لذا ربنو تام میگه ربنو تام به سایتو و گروهشون صدق و خوابی او اصلا شعور مهالخ مایلی، یعنی 4 میل حدود 1 کیلومتر 4 میله، یعنی 72 دقیقه به ساعت زمانی بعد از غروب آفتابی که ما میبینیم. بله اولدهتان و تقلیل اونا آسوره که بخورن و بنوشن به مسایی یا مکیپور در مسایی روز کیپور الا آخر وقتی بعد از 70 گوشتیم دقیقه 72 دقیقه بعد از اشعه شلان، یعنی غروب آفتاب ما به اول و دیگر دقیقه 1 دقیقه لتوسف دیما کیپوریم برای اضافه روز کیپور. بالاخره بنابراین شایسته و صحیحه که لخل اخال، یعنی برای لخل اخال لاخوش در اگه دولین هر کسی که خود خاله یکی که میترسه طبق گلولیم انسکاله در توی که توزاره شد برای خواه برش داره که نمیخور و بنوشه برای اصلا ملاخواه و انجام نمیده کار تا برسه زمان سرک و خوریم آریباد را بنوته همه ایلیوات چی میشه. بله طبق نظره که نخوره و ننوشه و هیچ کاری نکنه تا ای که برسه زمان ربنو تام، صدق و خوابیم ربنو تام که گفتیم تو برگام نوشته، دیدید پایان شبات پایان کیپور هم داریم. خب او افراد به خصوص شماسونی که یافتیم لمالا میشتاشیم ریشونیم، یعنی بیشتر از 30 تا از ریشونیم. بله 30 از ایشونیم که و ماران شورخاناروخ که اینجوری عقیده دارن. پس شایسته و درسته که بذار 72 دقیقه بگذره، یه دقیقه هم برای تو صفت 73 دقیقه. خب میسوال پرسم بفرمایید. میسوال پرسم میسوایی که مشهور کنه اون مطالب رو المخیخیم این عام، یعنی اونهایی که نصیحت میکنن برای اونها خوشی خواهد بود. حقیقتا معوباروت و منیقوت یعنی معوباروت یعنی حامله و شیرده و خلیم یا بیماران، حتی اگر خطر نداره یک نایمش از مشه لیسموق دارن بعدیز که اتفاق کنن لحاقل که سبک بگیره و بخوره در زمان خروج ستارگان بعد طبق گئونیم که 20 دقیقه بعد از غروب ماست، بعد از اینکه منتشر شده مینهای در ارس اسرائیل چون صحبت‌های اونا و بعد از عبدالله برخوست، بعد از اینکه رو لیوان عبدالله گفتن. پس اینجا ما یاد گرفتیم که طبق نظر ربنو تام خروج ستارگان 72 دقیقه زمانی بعد از غروبه که شب مسای کیپور هم اینو رعایتش کنه، خیلی شایسته و درسته. و 72 دقیقه دقیقا برای توصفت کیپور که میشه 73 دقیقه، نخوره ننوشه کار نکنه تا این 73 دقیقه بگذره. بیشتر از 30 تا از ریشونیم و همتون ماران شورخانه رو عقیده دارن که خوبه این کار و بهتره به همه بگن که انجام بدن. حالا اونا که حاملن، شیردن، بیمارن، حتی خطر نداره دارن برسی که اتکا کنن، میخوان طبق گئونیم برن 20 دقیقه بعد از غروب، هیچ مسئله نیست و معلومه که عبدالله هم بگن بعد بخورن. پس اگر تا اونجایی که میتونه 72 دقیقه رو نگه داره. ایشاش بعلا مأخر لاو میبه تکنست، زنی که شوهرش تأخیر میکنه که بیاد از کنیسا، شوهرش دیر از کنیسا میاد، یه خلال عبدیل به اسما میتونه که خودش عبدالله بگه و بنوشه و بخوره از یعین و بخوره فوراً. و همطور کسی که به دست نیاورده نرش شاوت عبدالله بگه بر لیوان بدون براخای میورایش و بخوره و بعد از سعودا براخا بگه بر اون نر، بر اون شم، بر نور، بعد سعودا براخا بگه بر اون شم. و قبلا توضیح داده شده که از دیروز بوده و قبلا توضیح داده شده که اگر تشنست به آب مجازه که بدون عبدالله بنوشه. خب یه زنی تا شوهرش از کنیسا بیاد دیر میشه، خودش عبدالله بگه هیچ مشکلی نیست، خودش بخوره. و همینطور اگر شمع هم نداره، شمعی که از دیروز روشن کردن باشه، عبدالله بگه بدون مورایش خوراکش بخوره. بعد سعودا مورایش میتونه بگه. حالا اگر ما قبلا خوندیم که اگر زنی تشنه است میتونه آب بخوره، نه تنها زن، هر کسی ای خیلی تشنه است، حتی گفتیم قبل از عربیت هم میتونه بدون عبدالله آب بخوره کسی که تشنه است. اگه نخوره که چه بهتر، ولی خب اگر ناراحته میتونه حتی قبل از عربیت. خانم دوست بخونید ادامه بدید شماره 11 بفهمید. صداتون یکم بلندتر بفهمید، دوباره بگید. شیشابت یا خاموش شد یا به هر صورتی نبودی طور چیزی، یا اومدنم خونه اینطور چیزی نبود. آدم باید چه کار بکنه؟ اما فقط عبدالله که بمونه برخواه بور مورایشش چطور میشه؟ مورایشش نمیگه. اگر افتاده مسای شبات، یعنی کیپور شبات بوده، نرش شابت پیدا نکرد میتونه بگه. ولی امسال که شبات نیست، از جمعه کیپور که آماده کنه. حالا نیست، نبوده، نشده، یادش رفته، نداره، خاموش شده، هرچی. نشه شابت پیدا کرد میگه مورایش، پیدا نکرد نمیگه. تموم شد. از دیوتر نمیشه. نفهمیدم چی؟ از دیوترم نمیتونن بگیرن. چرا دیوترم خوبه؟ چرا ازم دیوترم خوبه؟ چون از دیروز روشن بوده دیگه. دیوترم از جامعه چی روشن بوده از اونجا میگیره میاره. میتونه بسی طور حالتی علاقه مجوز میده. بله چون از جامعه کیپور بوده. بله بله نر عدولق به تکنیسته میره کنیم یش لدیق نر میمنو روشن کنه شمی از او و براخا بگه بر دوتاشون. بله مشکلی نیست میتونه. بفرمایید ادامه بدید. بله سیف یود آدل نگیش مگنیم اصلا کلاسان که براخا میگم بیکن الوانا رو برخواه ما رو الوانا شد خودش مال ما تشتی به مسایی ما کیپوریم در مسایی روز کیپور ولو اولم لکان نه قبل از این به خاطر که شهن تلوهیم به عمدیم بریم که اون شهن رو تلوهیم که یعنی که ما وابسته از این وریستادیم دردیم و بیکن الوانا و برخواه الوانا سر خالی و به سمی خال لازمه که باشه با شادی به یه شمری و اصلا که میگشه از ربا که برعکس لازمه که لعقدی ما مقدم بکنه قبل از روز کیپور به خاطری که شتابه و میسوا دو که بیاد این میسوا به تحقیق کفش از زکر یعنی به چربونه اون کفز خود رو خلق و اخرونی و اختلاف دارن اخرونی من اومین های گروشرایم چیه اون رسم گروشرایم داخل منابرین به اول که ماه بید یعنی عزیز که طبقه رسمش انجام دوست. بله بلاخن دعاوت که مر آورد به دعاوت که مر آورد و این که انجام داد و کسی که انجام داد مثل آقا انجام داده و که انجام داد مثل آقا انجام داده یعنی که هیچ مسئله نیست. حالا بعضی ها میان قبل از کیپور براخای مرتاب میگن چرا؟ به خاطری که میگن زخوتمون زیادتر بشه. بعضی ها میگن نه ما چون که معلقیم شانو تلوییم یعنی ما معلقیم و میستیم دردیم. یعنی اونایی که صدیقه کاملن که روز روشنشانا مر میشن به زندگی و عکسش. حالا ما نه خودمون صدیق گامور میدونیم نه راشای گامور میدونیم. ما میگیم ما معلقیم ما زخوت رو زیاد میکنیم تا ای که ببینیم انشالله که همه به مر میشیم به شادی و سلامتی و زندگی خوب انشالله. حالا میگه که چون ما معلقیم و میستیم در دین براخای معتابم باید شادی باشه پس میگه که بذار بعده کیپور بگو مسای کیپور بگو. بعضی میگن نه میخوایم زخوتمون زیاد بشه قبل از کیپور بگیم. حالا شما هر کاری کردی خوب کردی. قبل از کیپور گفتی خوب کردی. مسای کیپور گفتی خوب کردی. اشکالی نداره. دوتاش درسته. مسای باید آدم آبی بخوره چیزی بخوره یا با همون حالت تعنیتو هست میتونه براخا بگه. مسئله نیست بدون معکب نمیشه. یعنی اگر چیزی هم نخوره معکب نمیشه. ولی من فکر میکنم که به نظر میرسه که ما درزین مقدمین لمیسوت ما زاریز بشیم و میسوا رو جلو بندازیم و بخوایم زخوتمون بیشتر بشه بالا شب مسایی کیپور بشه و نشه و به نظر میرسه که حالت حرفاش درسته. شاید بگیم بهتر باشه زودتر بگیم بهتر باشه که میسوا مقب نیفت. در حال هر دوش درسته. حالا اگر که گفتیم اگه تشنه است میتونه آب بخوره نخوردم میتونه براخای معتاب بگه مانعی نیست. یعنی معکب نمیشه. بله بفرمایید یوزبت اخلیم و شدیم اوست میخیم به مسایی و کیپوری میخورن و میتوشن و شاد هستن در مسایی روز کیپور به خاطر که اون نخشه لیخصد یوم تو یعنی که اون اسلام میشه کمی یوم تو. بله درست گفتید اسلام میشه یک کمی یوم تو به اطلاع به میدراش و آورده در میدراش شیوسود با گل به مسایی و کیپوریم که شیوسه تا بعد گل به مسایی مکیپوریم یعنی که خارج میشه. بعد گل یعنی چی؟ بعد گل یعنی ندا. ندای آسمانی در مسایی کیپور و میگه برو بخور با شادی نانت دیگه گناهمون بخشیده شده انشاءالله. پس شب مسایی کیپور یکم جنبه یوم توب داره، بخور بنوش شادی کن دیگه، تفیلمون قبول باشه، قبول شده، تشوبمون قبول شده و میگه برو بخور خوش باش. بله یودگیمه یودگیمه یامیم شبین یوم کیپوریم به سوکات، یعنی روزایی که بین روز کیپور و سوکای این عمرین با این ویدوی بندش در اپنیده میگن در اون ویدوی بندش در اپنید رو اون لدابید رو اول موتو اولین مجاز دیلیت انود با این تنید یخید که تنید بگیرن در اون تنید فردی در حض ماران است و عقیده ماران که اون به یوم پتدت آب و خدامه مثل روز فوت پدر و مادر و امثال اون و همین آی پپ اون آره علاقه شروع شده یعنی به اون اینجا پو ازم مینهای پو ایرقودش مینهای که اینجا سرزمین مقدس شهر مقدس یورشلایم بفرمایید آخری ما کیپوریم که بعد از روز کیپور تا پایان ما این آمیم لو ویدوی بدن نفر اپنین که نمیگن ویدوی بدن نفر اپنین رو از یوم بین خشبان تا روز دوم خشبان. بله پس بعد از کیپور دیگه آنا نداره تا که تا روز دوم خشبان. ابو تایبارو خشم اینجا علاقای کیپورم براخاش شد. فقط میخواستم خدمتتون عرض کنم که به عزت هاشم میتبارخ حالا احتمالاً پنجشنبه ساعت‌ها عوض میشه. شما موافقید که ساعت‌ها که عوض شد کلاسمون 9 تا 10 باشه؟ نظرتون هست؟ خواهش میکنم هر که از نظری داره بگه. یعنی الان کلاسمون به عزت هاشم همه اینا برینه داره. کلاسمون که 9:30 تا 10:30 ساعت‌ها که عوض میشه ساعت‌ها میره عقب. درسته میشه ساعتامون ما هم یه نیم ساعت میاریم جلوتر، یعنی به جای کلاسمون به جای 9:30 تا 10:30 بشه 9 تا 10. موافقید ربوتای؟ کسی نظری داره؟ همین 9:30 امکانش نیست. چرا؟ اگه نظرتون هم هست 9:30 از یعنی 9:30 میشه، یعنی اگر بخواد شما حساب بکنید 9:30 در واقع 10:30 الانه. متوجه میشید چی میگم؟ یعنی الان که ساعت یعنی الان کلاسمون شروع میشه به این ساعتی که متوجه میشید درف من، یعنی الان تازه میخواد کلاس شروع بشه اگه 9:30 جدید باشه. گوش میدید چی بهتون میگم؟ و فکر میکنم خیلی دیر باشه. ما سالای دیگه کارو میکردیم. حالا بازم دیگر دوستان فکر کنید روش، نظرتون رو بفرمایید. دیگه دوستان کسی دیگه نظری داره؟ یه برخواه نوشته بود خوبه، نه خوبه، نوشتن نه خوبه. حالا میتونیم امتحان کنیم بلینیدر، اگر دیدیم که اشکالی داشت عوضش میکنیم. پس بلینیدر وقتی که کلاس ها ساعت ها عوض شد ما به عزت هاشم کلاسمون میشه ساعت 9 تا 10 بلینیدر به عزت هاشم. ان شاءالله که همیشه سالم باشید، همیشه موفق باشید، روش هاشانا و ماهید خوبی باشه و کیپور خوبی باشه بر همه و کتیبا و ختیماتو با شناتو با اون توقا و همه شادیا. به عزت هاشم از فردا شب علاقای ماهید رو شروع میکنیم بلینیدر. همراهی بفرمایید. موفق و سالم و سرافراز. اگه سوالی هست بفرمایید.